سلام آقای سفیر، خیلی خوش اومدید. جناب سفیر، از زمانی که جنگ اوکراین آغاز شده این سال بر افکار عمومی در ایران هم پیش اومده که واقعا این جنگ چه ضرورتی داشت، چرا این اتفاق افتاده و فکر میکنید راه حلش برای پایان چیه؟ خیلی ممنون از تشریف‌آوری شما، خوش آمد میگویم به جناب علی و دوستتون به سفارت فدراسیون روسیه در تهران. حضور شما عرض شود که خب من میفهمم که خب در ایران و نه فقط در ایران، در سرتاسر جهان الان دیگه موضوع اوکراین در خود مرکز توجه هستش. وقتی که میگه جنگ در اوکراین، ما میگیم که این عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین. اما وقتی که درباره ریشه های این موضوع صحبت میکنم، چند تا سوال به وجود میاد که من میخوام از غربی ها این سوال رو بکنم و غربی ها جوابی نمیدند. مثلا آنچه که اتفاق افتاده در سال 2014 بعد از حوادث، اگر یادتون باشه، تظاهرات خیلی عظیمی اونجا برپا شد، رخندسی شد بر ضد رئیس جمهور وقت اوکراین آقای یانوکوویچ. من خودم به عنوان نماینده شورای امنیت و همکاری در اروپا نظر کوتاه مدت بودم در اوکراین، در منطقه لویف در غرب اوکراین 2010. اون زمان آقای یانوکوویچ پیروز شد در انتخابات ریاست جمهوری و همه قبول کردند. آنچه که اتفاق افتاده در سال 2014 چی بود؟ انتقال قانونی قدرت به از آقای یانوکوویچ به کسی که به جایشون اومدند، یا کودتای غیرقانونی نظامی. اون زمان کودتا بود، کودتا با کمک آمریکا و کشورهای غربی. و وقتی که ما از غربی ها سوال میکنم آنچه که اتفاق افتاده کودتا بود یا خیر، هیچ جوابی نمیدند، چون جوابی هم ندارند، نمیخوان اعتراف بکنند که این کودتا بود. این یک موضوع. اونها که دموکرات هستند، درسته؟ تضمین کردند. وزرای امور خارجه لهستان، فرانسه و آلمان اومدند، تضمین دادند. ولی خب مثل معمولا دیگه خودداری کردند، عقب نشینی کردند از وعده های خود. موضوع دوم، البته کشورهای غربی وعده های پوچ دادند به اوکراین که اونها میتونند عضو ناتو باشند، عضو اتحادیه اروپا باشند. این کاملا وعده های پوچ و بیاساس بود. از لحاظ معیارهای سیاسی اوکراین نمیتونه عضو اتحادیه اروپا باشه، فقط با در نظر داشته دلایل سیاسی بر ضد روسیه، و اونها میخواستند اوکراین رو تبدیل بکنند به یک پایگاه ضد روسی. چرا؟ چون روسیه کشور مستقل است، کشور مستقل، دست نشانده نیست، مزدور نیست مثل کشورهای اروپایی. لذا اونها میخواند که ما هم زیر سلطه امریکا باشیم، ولی اینجوری نشد. لذا تلاش کردند که روسیه رو نابود بکنند. و موضوع دوم، قرارداد مینسک. آلمان و فرانسه، روسیه و اوکراین این رو چیز به توافق رسیدند، و اما بر طبق قرارداد مینسک روسیه طرف این مناقشه نیست. دولت کیف میبایستی با لوگانسک و دونتسک به توافق برسه. اونجا همه تعهدات همه طرفین به طور واضح و روشن همه مناقشه شده، اما اجرا نکردند. سوال دوم ما این است که چرا فرانسه و آلمان وادار نکردند که کیف به تعهدات خود پایبند باشد؟ این سوال دوم است که جوابش رو من نمیشنویم. جوابش سوم میگه که نقص حقوق بین المللی، روسیه هجوم برده. اونها حق ندارند از روسیه انتقاد بکنند. من هم قبلا هم حرف صحبت کردیم، گفتیم که کشورهایی که به عراق حمله کرده 2003، آمریکا و بعضی از متحدینش مجوز رو گرفتند از شورای امنیت. سربستان رو بمباران کردند در سال 1999 و ایران کردند بلگراد رو. اونها چیز کردن، سوال کردن، اجازه گرفتن تا شورای امنیت. اونها این کارها رو، غلطها رو کردن و چی؟ پاسخگو نیستند. هر جایی که امریکا و متحدینش مداخله کردند، به ویران و تخریب منجر شد. لیبی، سوریه، عراق، افغانستان. الان یکی از دلایل عمده مداخله اوکراین این است که
آمریکا و متحدینش میخوان که توجه جهانیان رو منحرف بکنند از افغانستان به اوکراین. تیه بعد از 20 سال اقامت آمریکا و متحدینش در افغانستان اونها شکست خوردند از طالبان. شکست ننگین. اجازه بفرمایید که یک بار دیگر تأکید بکنم. شکست ننگین آمریکا و متحدینش از طالبان در افغانستان. لذا بهتر است که اونها توضیح بدند. دلایل شکست ننگین اونها در افغانستان چی است؟ و الان دیگه ما ببینیم بر افغانستان گرسنگی هست، فقر است، مردم بیچاره افغانستان رنج میبرند. و چرا به اونها کمک نمی کنند؟ طوری که لازم است. مسئولیت بر عهده اونها است. و وضع مهاجرین. ببینید مهاجرین از کشورهای عربی که اونها تخریب کردند. مهاجرین از افغانستان. برخورد اونها در اتحاد اروپا چی بوده؟ و برخورد اونها با مهاجرین اوکراین که با آغوش استقبال کردند. من سوال میکنم چه این مهاجرین اوکراین درجه یک هستند و این از کشورهای عربی و افغانستان درجه دو هستند؟ این یک سوال منطقیه ولی جواب نمیدن به شما به ما. اگر روسیه جواب این سوال ها رو بگیره ممکنه راهی برای پایان این جنگ باشه. ببینید ما از قبل هشدار دادیم اوکراین به هیچ وجه نباید عضو ناتو باشه. شما فرض کنید که مثلا ما نیروهای مصالح خود را متمرکز بکنیم، جابجا کنیم در مکزیک، لب مرز آمریکا. واکنش آمریکا چی خواهد بود؟ الان به یاد ما میآید این دیگه مناقشه کاریب که ما مستقر کردیم مشکای خود در کیوبا، در آستانه جنگ سوم جهانی بودیم. آمریکا تحمل نمیکنه که کسی بهش تهدید بکنه، ولی چرا ما باید تحمل بکنیم؟ کشورهای ناتو لب مرز روسیه رو آمدند، چنانچه بعد از فروپاشی شوروی قول دادند که به هیچ وجه گسترش ناتو به سمت شرق انجام نمیشه. دروغ گفتند. لذا هیچ اعتمادی به کشورهای غربی وجود نداره. چاره نبود. ما آقای پوتین اشاره کرد. چند تا دلیل است، چند تا شرط است که باید چیز بکنند. دمیلیتاریزیشن، دنازیفیکیشن، خود استاتوس بیطرفی اوکراین، شناسایی کریم به عنوان یک قسمت از روسیه و شناسایی استقلال دونتسک و لوگانسک. بحثایی در رابطه با قتل، حالا اون چیزی که گفته میشه قتل عام غیر نظامیان در اوکراین مطرح شده، واقعا سربازان روسیه به غیر نظامیان شلیک میکنن؟ به هیچ وجه. اون همین فیک نیوز است. فیک نیوز و چنین فیک نیوز رو ما مشاهده کردیم در سوریه. اگر یادتون باشه کاسکای سفید ساختگی بود، اگر یادتون باشه یک بهانه رو ایجاد کردن برای حمله هایش چیز به سوریه که گویا دولت سوریه از سلاح های شیمیایی استفاده کرده که قبلا در عراق هم اگه اشتباه نکنم بود. بله لذا ما باید یادآوری بکنم آمریکا تنها کشوری است در جهان که تا به حال چیز سلاح شیمیایی در داره. فقط یک کشور است. این یک تلاش میکنند به عنوان بهانه استفاده بکنند. یادآوری میکنم آقای کولین پاول 2003 در شورای امنیت یک چیز بود، پودر سفید که گفت که این ثابت میکنه که صدام چیز سلاحی هسته‌ای داره، ولی دروغ گفت، ولی هیچ پاسخگو آمریکا نشد، هیچ کسی رو از آمریکا اخراج نکردند، از سازمانهای بین المللی ورزشی اونها همه سکوت. چرا؟ همه مزدور هستند. مزدور. ما به اروپایی ها چندین بار گفتیم شما حاکمیت محدود دارید، limited sovereignty. خوششون نمیاد ولی این واقعیت است. بازیگر مستقل نمیدونید اونها رو؟ نه خیر، نه خیر. اول به نگاه میکنند به واشنگتن، واشنگتن اجازه میده یا خیر، بعدا چیزی میگویند. ولی اینجوری نیست. اینجوریه دیگه. ما وقتی که امریکا غیر قانونی از برجام خارج شد ما محکوم کردیم. این غیر قانونی است. الان دیگه میگویند که اگر جمهوری خواهم برمیگردم به قدرت بعد از دو سال دوباره شاید اخراج بشه. من میشه به اونها اعتماد داشت؟ و اروپا میگن که ما متاسفیم. این دیگه کافی نیست. شما نباید متاسف باشید. شما هم مثل روسیه و چین باید محکوم بکنید ولی جرات ندارند.
به موضوع برجام اشاره کردید جناب سفیر. بحثایی در رابطه با اینکه مذاکرات وین گره خورده با جنگ اوکراین مطرح شده. به هیچ وجه این دروغه. این ببینید این موضوع که هست، این دیگه کامل و روشن جناب دکتر امیر عبدالله اشاره کرده و ایرانی ها چندین بار اشاره هم کردن. این موضوع در چارچوب روابط دو جانبه بین آمریکا و ایران هستش و برای همه واضح و روشن است. ما به دوستان خود عرض کردیم اگر به توافق برسیم روسیه به طور کامل حمایت خواهد کرد، که ما هم علاقمند هستیم که این تحریم ها لغو بشه. اما بعضی از رسانه ها در ایران میگن که روسیه با طرح موضوع تضمین خواهی عملا مذاکرات وین رو دچار مشکل کرد. شما فکر میکنید که نگاه بخشی از رسانه ها در ایران اونها زیر تاثیر بی بی سی فارسی هستند، مثل روزنامه اعتماد و اعتماد؟ متاسفانه من با خبرنگاران اعتماد در سفارت ملاقات کردم، توضیح دادم، اما هر روز چیز مقالات ضد روسی رو دارن چاپ میکنند یک طرفه، و من میگم که مثل اینکه به نظر میرسه که تبدیل شد به یک شعبه ایرانی رادیو فارسی بی بی سی. من خیلی تعجب کردم، هیچ شواهدی نیست. آنچه مربوط به مقالات اونها که روسیه این کار رو میکنه، بهتر است که از اعضای تیم مذاکره کننده ایرانی سوال بکنند. به طور منظم اونها از روسیه تشکر میکنند که روسیه و به خصوص نماینده ما در وین آقای اولیانوف خیلی کمک میکنه، و ما چه در وین، چه در تهران، چه در مسکو در تماس تنگاتنگ هستیم با دوستان ایرانی و همیشه کمک کردیم، کمک میکنیم، کمک هم خواهیم کرد با دوستان چینی خود. با توجه به وضعیت بحران انرژی که بعد از این جنگ اتفاق افتاده، بعضیا فکر میکنن که روسیه ممکنه ایران رو رقیب خودش تو این بازار بدونه. به هیچ وجه. ببینید برعکس، ما با ایران خیلی خوب داریم همکاری میکنیم. جناب آقای اوجی وزیر محترم نفت ایران در این اواخر به روسیه سفر کرد، ملاقات کرد با مقامات عالی رتبه روسیه درباره ادامه همکاری ها در چیز در ابعاد مختلف، و انتظار داریم که معاون نخست وزیر روسیه آقای نوواک هم اونجا تشریف می آورند. ایشون هم قبلا وزیر نیرو بودند، الان ایشون رئیس بخش روسیه کمیسیون مشترک هستند. ما پروژه های زیادی داریم همکاری خواهیم کرد. این فقط یه توطئه دشمن است که نمیخواد که مخالف اونها، مخالف روابط ایران و روسیه هستند و دنبال بهانه ای هستند که یک سایه بیندازند بر روابط دو جانبه. شما نگران نیستید بخشی از افکار عمومی عملا علیه روسیه بشن؟ نگرانم، من خیلی نگرانم، و خب ولی تلاش میکنیم که با این کارهایی که داریم انجام میدیم، با کمک شما، سایر رسانه های مستقل که زیر تاثیر غرب نیستند، که به بی بی سی فارسی گوش نمیدند، با اونها تلاش میکنیم توضیح بدیم با دلایلی که ما داریم در دست خود. ولی ببینید خب اینجوریه، اونها نظر خود دارند، ولی در ایران این آزادی سخن وجود داره و ما احترام قائلیم. از لحاظ آزادی سخن و نمیدونم چیو، ایران با کشورهای اروپایی معاصر قابل مقایسه نیست. شما پیشرفته تر هستید، اونها فقط چیزه چونه میزنند. ببینید اونها دوست ندارند که صدای مخالف رو بشنوند، میگن که نه شما پس یک آجنت کرملین هستید. ما به اونها میگوید که شما کمونیست جدید هستید، نو کمونیست هستید. از یک طرف چون من کمونیست بودم در سابق خوشحال میشم که خیلی زیاد دیگه رفیق دارم. اون هم مثل نه کمونیست، حتی بولشویک در زمان انقلاب سوسیالیستی بولشویک بودن، اونها بولشویک هستن، مثل بولشویک. فقط نظر ما درسته، هر کسی که نظر دیگه داره باید مجازات بشه. ایران و روسیه الان تو یک وضعیت تقریبا مشابه به لحاظ سطح تحریم ها هستند. ما هم در سالهای اخیر تحریم های خیلی شدیدی رو تحمل کردیم و واقعا مردم ایران دچار فشار بودن، احتمالا خودتون هم شاهد بودید. با توجه به این تجربه‌ای که ایران داره و الان این اتفاقی که برای روسیه افتاده، فکر می‌کنید چه زمینه‌های همکاری وجود داره که ارتقا بده این سطح روابط تهران و مسکو؟ سوالی که شما کردین سوال خیلی خوبیه و به موقع هستش. این رفت آمد ها در این اواخر خیلی بیشتر شده. جناب آقای پیمان پاک، معاون وزیر صنعت تجارت و معادن، از روسیه بازدید کردن چند روز پیش در رأس هیئت بزرگ. ملاقات های زیادی رو داشتن در ساختارهای مختلف اقتصادی، در اتاق بازرگانی، و به زودی یک نمایشگاه فنی اواری در روسیه هم برگزار خواهد شد.
با یک تلاش‌های مشترک عرض کردم که آقای نوواک من امیدوارم که به زودی به ایران سفر بکنه. ما باید یک راه حلی رو پیدا بکنیم برای تسهیل مشکلاتی که کشورهای غربی برای ایران و روسیه ایجاد کردن. در خصوص روسیه حضور شما شود که ما اقدامات لازم رو هم خواهیم بکار می‌آوریم، چون ببینید اینکه ما ضرر می‌بینیم، اروپایی‌ها و آمریکا هم ضرر خواهد دید. همینطور؟ بله، قیمت نفت و قیمت گاز و گندم و همه چیز و استفاده از روبل. و ببینید ما فدراسیون روسیه هرگز از غربی‌ها خواهش نکردیم که تحریم‌ها رو لغو بکنند. اگر می‌خواد لغو بکند استقبال می‌کنیم، اگر نمی‌خواد اصلا دیگه باشه دیگه. تحریم ضد تحریم، تحریم ضد تحریم، یک بازی بخت بخته و می‌بینیم که بیشتر اذیت میشه. شما فکر می‌کنید بازنده این تحریم‌ها غربه؟ من می‌بینیم کی خواهد بود، ولی ما از لحاظ مثلا مواد غذایی ما به طور کامل میشه گفت که به طور کامل مثلا گندم و گوشت و ماهی و خودکفایی رو تأمین کردیم. آنچه که برای ما کافی نیست ما از کشورهای دوست خریداری میکنیم، از جمله جمهوری اسلامی. آنچه که برای جمهوری اسلامی لازمه ما میتونیم به اونها کمک بکنیم، چون ما در آستانه افزایش قیمت هستیم مواد غذایی و آقای رئیس جمهور ما آقای پوتین به غربی ها اطلاع داد که فصل تابستون شما منتظر مهاجرین باید باشید. آماده باش، آماده باش. ولی این آنچه که اونها دیگه ایجاد کردن، نابود کردن لیبی رو و یک دیواری که معمر قدافی ایجاد کرده تخریب کردن، مهاجرین از آفریقا اومدن به اروپا. عراق رو بمباران کردن، سوریه رو بمباران کردن. این دیگه تحریم های ضد سوریه، این قانون سزار، ولی این دورویی است از کشورهای اروپایی و آمریکا. اونها بر ضد بشار اسد دولت قانونی رو جنگ میکنند، مردم سوریه دیگه چیز ضرر میبینند. ولی ما و ایران با هم به دولت سوریه کمک کردیم و خواهیم کرد، دولت قانونی بشار اسد. به موضوع خوبی اشاره کردید. اتفاقا سال بعدی من در مورد مواضع منطقه‌ای روسیه بود در قبال تنش‌هایی که بعضن وجود داره. ایران و روسیه تجربه خیلی خوبی در سوریه در سطح همکاری داشتن، اما ما شاهد هستیم که همزمان روسیه روابط نزدیکی رو هم با اسرائیل داره که خرابکاری‌هایی رو علیه ایران انجام میده. موضع کشور شما در قبال این خرابکاری‌ها چیه؟ من چندین بار قبلا همین سوال رو از بنده می‌کردند. خب ما رابطه نرمال داریم با همه کشورهای منطقه به نفع حفظ ثبات در این منطقه، و به هیچ وجه روابط ما با اسرائیل بر ضد کشورهای ثالث نیست. برعکس، وقتی که اونا حمله میکردن به سوریه ما انتقاد کردیم، آنچه مربوط به فلسطین و همه مسائل دیگه ما مخالفت کردیم، گفتیم که شما باید مذاکره بکنید. منتها در خود بین فلسطینی ها وحدت وجود نداره. این خیلی بده، خیلی بده، بین غزه و رام الله خیلی بده. من خیلی دلم میخواد که یک به نوعی یک وحدت برسند. و آنچه که من شنیدم وزیر امور خارجه اسرائیل یائیر لاپید از روسیه انتقاد کرد، محکوم کرد، ما این محکوم رو انتقاد رو قبول نمی کنیم. لذا من به شما یک روزنامه روسیه گازتا راشن نیوز پیپر به شما تحویل میدم. یک مقاله ای هست، دارن ترجمه میکنن به زبان انگلیسی. ما خواهش میکنم که این رو به طور جدی مطالعه فرمایید. من به عنوان آخرین سوال این رو میپرسم، روسیه آماده هست که سطح همکاریش با ایران رو افزایش بده، قدرت هسته‌ای ایران رو، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای رو به رسمیت بشناسه؟ حتما، چون ایران به MPT، عضو MPT هستش و ما همیشه از این حق حمایت کردیم. با ایران هم همکاری میکنیم در بوشهر، در فردو هم آمادگی داریم ادامه بدیم بعد از رسیدن به برجام. و حضور شما شود که ما با فعالیت خود این رو ثابت کردیم، چون دو دوره مذاکرات برگزار شد در تهران با نمایندگان سازمان انرژی اتمی ایران در مورد شرایط تبدیل یورانیوم مقدار شده ایران با یورانیوم طبیعی. اگر ما نمیخواستیم
هیات نمی آمد ولی دو بار متوالی هیات کارشناسان روسی به ایران اومدن مذاکره کردن و امیدوارم که این نوع مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. خیلی متشکرم جناب سفیر. ممنون.